احمد سلام، خوبی؟ سلام، خوب بودن؟ با میخوری؟ محکم بستی؟ آره محکم با تنو بستم داره عیاف میخوره. نوه اینجا چی کار میکنه؟ بیا پایین من رفتم. اینجا واسه این بهفرز بره، واسه ها کاره بره. کدوم گوری داری میری؟ آقای بهفرز اومده برم میخواستم چی بیشنبور برمو بیشنبور برم نیستم، من داشتم بهش میبازم بیشنبور نشونش بدم. گاف کو گاف اونجا بستم اونجا داره عرف میخوره. گابا بستی اونجا؟ آره گابا بستی اونجا؟ باشه اوزو چطور آقای بهفرز؟ کلاس آموزشیتون خوب پیش میره؟ خدا رو شکر الحمدلله خیلی استقبال کردن این سری مردم، خیلی استقبال خوبی داشتن. امروزم بعد از اون روستای لشه‌سر سادات محله تموم شد، ایشالله از هفته دیگه چند تا روستای بالاتر میرم برای کلاس های آموزش برگزار کنم. فکر میکنی برگزاری این کلاس ها چقدر میتونه پیشگیری کنه؟ خب طبیعتاً خیلی تأثیر گذاره این کلاس ها. از وقتی که ما این کلاس ها رو برگزار کردیم خیلی از دام ها، انسان ها درگیر این بیماری ها نشدن، جلوگیری کرده از کشتار خیلی از دام های اهالی منطقه. چقدر خوب، چقدر من خوشحالم که شما تو منطقه ما حضور دارین و هر کار یا کمکی که از بنده حقیر بر بیاد اصلا کوتاهی ندارم. اتفاقا من با اعضای شورا هم در رابطه با این موضوع صحبت کردم و اونها هم خدا رو شکر اعلام آمادگی کردن. هر کاری هم از دست ما بر بیاد انشالله انجام میدیم. آقای آبدی هم خیلی کمکمون کردن تو این چند روز که اینجا بودیم. نه چقدر عالی، متشکرم از همه. بفهمید با ما شما میشه جان؟ بفهمید والله بفهمید. یه دونه چند السلامات الله قرآن بهت میگه خوابت خوب و خیر آقا کریم، بهتره اما احتیاط داره آقا کریم، ترس داره، حتی میگه دست نگه دار. خسته شدم آقا سید، به خدا خسته شدم. بهش را به بها میدم مرد، نه به بهانه. تا کی باید صبر کنم؟ کی از حال دل من خبر داره؟ میفهمم بچه بی مادر بزرگ کردن خیلی سخته، اینو میفهم. آقا سید، به خدا از صبح تا شب دارم کار میکنم، نه خواب دارم نه خوراک. صبر کن و توکل. خدا میگه از صبر و نماز کمک بگیر.
حتی کاری از دست من برمیاد بگو انجام میدم. ببینم اصلا میخوای من برم باهاش صحبت کنم؟ شاید حرف منو زمین اندازه. نه حسید، فایده نداره. چند بار با عمش صحبت کردم اما هیچ خبری نشد. عجله نکن، خدا قهرش میگیره. صبر و توکل، توکلت به خدا باشه. دست درد نکنه. ممنونم. ببخشید. با اجازه. خدا حافظت باشه. توکل یادت نره. بالاخره نمازت هم چه خوندی؟ میتونیم بریم یا نه؟ حالم خیلی بده صفدر. داره قیافت که معلوم خراب. شبیه این عاشق پاشقا شدی. ببینم با شیخ چی میگفتی؟ چی میگفتم؟ رفتم یه استخاره برام بگیری دیگه. استخاره؟ با خیلی خوب کاری کردی. حالا خوب بود یا نه؟ قیافم چی میگه؟ نگاه کن. بزا ببینم. خیلی بده. ببخشید. آصفه جانم، ببین با این که استخاره بد اومده خب، اما دلم رضا نمیده. خب یه زحمت بکش بیا بریم این گاوه رو ببین یه قیمت خوب روش بذار. مرد حسابی، حداقل یه شامی نهاری. دیر وقت من روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد. ببین تو به جای اینکه به من گوشت گاو بدی تازه میگی بریم گاو رو ببینی. چقدر قور میزنی سفته. شامت با من، تو فقط یه زحمت بکش بیا رو این گاوه یه قیمت بذار، شامتو من میدم. دیگه چی میخوای؟ چارتایی نیا یا باید شام بدی یا؟ باشه شامتو میدم سفته. دمت گرم. بریم؟ بریم. باشه. سلام. سلام. خوبی؟ چیه؟ خبر رو بودم. اه؟ چه خبری؟ نجل نکن بیت میگم. چای میخوری؟ من چای دوست دارم. خیلی دوست دارم. مامانم صبح من چای میده. من دوست داری من چای میدی؟ چوبدار اینجا چی میخواست؟ چوبدار عدد نکن بهت میگه. خوراکی میخواد؟ بیا. خب تعریف کن ببینم. چوبدار خونه رعنا. رعنا؟ خونه رعنا برای چی؟ خود تو اینجا چی کار میکنی؟ برو ببین برای چی اومده. هر چی فهمیدی میای به من میگی. برو دیگه. چیه من این همه را کشونده اینجا؟ میگه خوبه. بردار بیار وزنش کنیم، قیمتش معلومه دیگه. باشه، حرفی نیست. سبا یه فکری زد بسرم. بیه کنیم. چون این بردار چی میخوای بگیم؟
باشه. هله هله همین یه بار تلافی میکنم. ببین رحمت، ما باید از این اتفاق به نفع خودمون استفاده کنیم. میفهمی چی میگم؟ نری خلوچل بازی در بیاری. یا بروسه همه به من میگه خودت دیم، تو به من نگو. جدی باش، دارم باهات حرف میزنم. میخوام یه مأموریت خیلی مهم بهت بدم، اگه بتونی خوب انجامش بدی به آرزوت میرسی. من مأموریت دوست دارم. خیلی میتونی دیگه؟ آره میتونم. میخوام همه روستا این اتفاقو بفهمن. باش به همشون میگم. خیلی خوب بود. آره پس برو کل روستا رو خبر کن، بهشون بفهمون که قراره بمیرن. برو برم به هم بگم بمیری، قراره بمیری. برو جارو جنجال کن، میخوام همه بفهمن، همه ها. باشه میرم میگم. برو خب نظرتون چیه آقای مهندس؟ سرکار خانم فکر میکنم دیشب خوب استراحت کردید. من دیروز زیاد توضیح ندادم چون از راه رسیده بودم. ببینید منطقه کلار دشت به لحاظ این که هم به پایتخت نزدیکه، هم تو ارتفاع قرار گرفته، هم به لحاظ این که تردد راحت تره، هم این که آب و هوای خیلی خوبی داره. حالا این خب لوکیشنی هم که ما اینجا داریم، خونه ای هم که ما اینجا داریم، حالا میتونید هم تخریبش بکنید یا هم میتونید به نوعی سرمایه گذاری کنید، بازسازیش کنید. و ولی خب چون بالای 200 سال قدمت داره، من فکر میکنم که اگر بازسازیش بکنید خیلی بهتر. باز شما نظری دارید بفرمایید. فکرش رو بکن، اینجا خیلی خوب نون محلی میپزن، شیر تازه، تخم مرغ. این من خیلی اینجا رو دوست داشت، خیلی قشنگ. بابت فضا اینجا چه برنامه‌ای دارید که بتونید؟ به هر حال تقریبا میشه گفت 2000 متر اینجا ما فضا داریم. اینجا میتونیم برای فضای بومگردی برای توریست ها، برای کسانی که میان از اینجا بازدید میکنن، شهر بازی یا چه مراکز کودکان و نوجوان. برای کودکان و نوجوان. آره اینجا سکوت خیلی بهتره، آرامش خیلی قشنگ. ایشون با بچه بازید. درست. خب من میخواستم که یه صحبتی با هم بکنید، یه مشورتی بکنید که اگر قرار هست که ما برنامه های دیگه ای داشته باشیم، من هم باید با شورای روستا و دهیار اینها مشورت بکنم که ما بتونیم
یعنی اون برنامه‌ای که من تو ذهنم این که ما بتونیم بحث بومگردی رو اینجا راه بندازیم، داروهای گیاهی رو می‌خوایم اینجا راه بندازم، کلی زحمت کشیدم برای این فضا. خواهید یه صحبتی اجازه بدید؟ بله، خواهش می‌کنم. به نظرتون اگر اینجا رو یه مدت اجاره کنیم، با مالک اینجا صحبت کنیم، اگر میشه اینجا رو یه مدت اجاره کنیم، ببینیم از شرایط اقتصادی خوبه میتونیم اینجا سرمایه گذاری کنیم. به نظر من کمی حتی به نظر من بهتر، ولی خوب نظرم خیلی موجود موجود خوب فضای بازی هم خبر چیه؟ یعنی اینجا دوست داریم؟ اینجا خیلی کارا میکنیم، اینجا معلومه روستا گل زما مریضه، همه سنو میکشه، گل زما تب داره، تب کرده، تب ماست داره، همه سنو مریض میکنه، همه سنو میمیرین. مردم ها بیان بیرون، گل زما مریض شده، تب کرده، همه سنو میکشه. دو سال تو مغازت رفتم و اومدم تا با هم رفیق شدیم. این بود رسم رفاقت آقا صفدر. این بود رسم رفاقت. بهت اعتماد کردم، درد این دل لامصبمو بهت گفتم.
اما تو چی کار کردی آقا صفدر؟ گفتی این کار هیچ کارش نمیشه کرد، اما تو چی کار کردی؟ میگه نمیشه این کارش کرد. گفتم شاید با این کار بتونیم قضیه را حلش کنیم. نه درست که نشد هیچی، بدتر اندر بدتر شد. حالا موندم چی کار کنم. تو از کجا سر و کلت پیدا شد؟ گم شو. اینم که دیگه آخرشه. محبوبه، 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 محبوبه. چیه؟ چه خبرته؟ الان همه مردم رو جمع میکنی اینجا. رفت محبوبه، نبودی، حرف مهم برات بودم. چه حرف مهمی داری واسه من؟ نکنه باز رفتی دست گل به آب دادی؟ دنبال کلم و صفحه رفتم، رفتم دونه امامزاده، حرفای خیلی مهم میزدن. چه عجب، بالاخره شما دو تا حرف مهم برای ما آوردی که بهمون بزنی. پول میخوام، پول میخوام برم تهران. الان اینجا پول ندارم، فردا بیا در مغازه بهت خوراکی میدم. خوراکی دوست دارم، دوست دارم خوراکی. بشین همینجا برم برای چای بیارم ببینم چه حرف مهمی داری. چای میاری؟ من چای خیلی دوست دارم، خیلی سردم، من چای میخورم. گند زدی صفدر، به همه چی گند زدی. چی فکر میکردیم چی شد؟ چرا گور میزنی کریم؟ من که کف دستم رو بونه کرده بودم. حالا بلشون این حرف رو آقا صفدر. خب باید یه فکری بکنیم. خب باید یه کاری بکنیم. این وقت شب منو کشوندی اینجا که چی کار کنیم؟ خب خودت یه راه حل پیدا کن. خب یه راه حلی داشتم که به تو نمیگفتم بیا جلو در خونه. آقا صفدر بری برو رنا خانم حرف بزنی. من حرف بزنم؟ اه. اومدیم و رفتم در زدم یهو عمش اومد، من جواب عمشو چی بدم؟ آزفته یه چیزی راست رو ریس کن بهش بگو دیگه. ببین تو باید رنا خانم رو بکشی بیرون، من امشب باید باشم حرف بزنم. وای وای خدایا دست این کریم، هر دفعه یه داستان جدید داری. یا داستان پشت داستان. باشه باشه میرم در میزنم، ولی حواست باشه این دیوونه ای سر و کلش پیدا نشه که کلامو میره تو هم. باشه خیرت راحت برو درو بزن، رحمت الان خوابه. خیلی خوب، عجب گیری کردم منو. من دارم اینقدر حرص نخور. خدا بزرگه، دنیا که به آخر نرسیده، روزی هممونم خدا میده. میگم تو نمیخوای یه ذره به خودت فکر کنی؟ همیشه که همینجوری جوون و ترگل ورگل نمیمونی ها، بالاخره سنت میره بالا و پشیمون میشی. از من گفتن بود، یه جوابی به این مرد بده. اصلا تو این همه شک و دودری رو از کجا نسبت به این مرد به دلت گرفتی ها؟ یه سره داره پیغام پسخام میده، به خدا خوبیت نداره، زشته. حالا پیغام گاو چی بود؟ آها، گاو بده ببره بفروشه، پولش هم دو دستی میاره تقریبت میکنه. این شر گاو و این هم همش تموم میشه. اصلا ببینم تو تا حالا شنیدی یه نفر، حتی یه نفر راجع به این مرد یه کلمه حرف بد بزنه؟ نه والا. چرا؟ چون سرش به خوشبختی و بدبختی خودشه. از نظر اونم که خوشبختی توی کریم. اون آه نداره با ناله صدا کنه، از کجا میخواد وانت بیاره؟ گیرم که وانت هم اوورد. ببینم کی میخواد پول وانتو بده. اگه ازش مفت بخرن یا سرش کلا بذارن چی کار کنن؟
ای داده بیداد، کاش ارزون یا گرون داده بودم همون چوبدار برده بود. اگه نتونیم این شایعه رو تمومش کنیم نمیتونیم بشینیم و نگاه کنیم. و گفته باشم بهت، اگه تو را بلایی سرش بیاد نمیگن چرا اون برده؟ نمیگن آخه اون با من چه نسبتی داره؟ همین مردم نمیگن چرا سلیمان گاو نبرد؟ نه نمیخوام. تو چه بخوای چه نخوای نمیتونی در دهن مردم رو ببندی. اونم چند نفرن؟ همه مردم که نیستن. اون چند نفرم که بگن بسته، شما که خودت میدونی عمه، آتیش روشن بشه همه جا رو میگیره. من الان چند وقته شیر این گاو رو به هیچ کس نفروختم، شما که خودت هستی داری میبینی. از کجا تب مالت گرفتم؟ الهی که هزار بار تب کنن بمیره. اگه بفرز خودش به ما نگفته بود، مگه عکس نشونمون نداد؟ مگه نگفت تب مالت یا از شیره یا پنیر یا گوشت گاو؟ خب من کدومشو به این جماعت فروختم؟ من خودم اینجا ما همه چی رو میدونم، بلدم چجوری دهن مردم هم ببندم. همه که مثل تو فکر نمی کنن. الان پاشو برو یکم استراحت کن. شما انتخاب نشدید برید کنار زمین بایستید. مهدی جان چرا این داداشا رو بازی نمیدین؟ خانم اجازه، ما میترسیم. از چی؟ متوجه نمیشم. من میگم این بچه ها رو بازی بدید. آره خانم ابوالفضل راست میگه، ما میترسیم با اینا بازی کنی. خانم اجازه، خانم بایی شما خبر ندارید. خواهیم نه واگیر دارن، میترسیم ما هم واگیر دارشیم. راست میگه خانم، همه روستا میدونن بچه های رعنا واگیر دارن. این حرفا چیه؟ این حرفا رو کی گذاشتی تو دهن شما؟ یعنی الان ما واگیر گرفتیم؟ خانم بیماری تب مالت چه ربطی به واگیر داره؟ خانم تب مالت یعنی چی؟ من که اصلا سر در
در نمیارم. فکر میکنم مثل سرماخوردگی باشه، چون من وقت سرماخورم تب میکنم. تب ما سرطوی به سرماخوردگی نداره، حتما یه مریضی دیگه است. تو از کجا میدونی؟ من نه، توی یه کتاب خوندم. خانم، تب مالت میتونه آدمو بکشه؟ حسین، این حرفا چیه بچه ها میزنن؟ راستش خانم، منم از نون شندم. دروغ میگه خانم، من میدونم کی گفته بهش. هر کی که گفته، این بحث رو تموم کنین، این بچه ها رو هم بازی بدید. من از جای شنیدم میگن هر کی شیر گاوه واگیردارو بخوره خودش مریض میشه، ممکنه بقیه هم مریض بشن. نه اتفاقا مامان منم میگفت اگه شیر ماست گاوه مریضم بخوریم چیزی نمیشه، مریضم نمیشیم. من واقعا سر در نمیارم از این حرفا، ولی یادم اون دفعه یاشار میگفت آقای بهبست اومده و گاوشون رو معاینه کرده، گفته بود گاوشون هیچ مشکلی نداره و مریضم نیست. دیگه تمومش کنین بچه ها، این بحث رو تموم کنین. شما دانش آموزای آگاهی هستید، بزرگید، هرکی هرچی میگید اما شما باور کنین که آقای بهورز خودش میدونه که چی کار باید بکنه، گاوو ببینه خودش بگه چی کار کنه. بسه دیگه، شما حق نداری بقیه رو مسخره کنین، من از این بازی میرم. داداشم راست میگه، شماها نباید به کسی تهمت بزنین، منم الان از این بازی میرم بیرون. این بحث رو تموم کنین، این بچه ها رو هم بازی بدید. خانم گاوه ما واگیر نداره، مامانم و عمم هم همیشه کلاس های بهورز شرکت میکنه. بله خانم، مادر و خواهر منم تو این کلاس ها شرکت میکنن، منم یه بار باشون رفتم کلی چیزا یاد گرفتم. ببینین بچه ها، صاحب گاو خودش تو کلاس های آموزشی شرکت میکنه، برای همه میدونه که چجوری بیماری واگیردار و تب مالت رو تشخیص بده و بشناسه. شما همتون با هم دوستین، پدر و مادرتون خودشون میدونن که چیکار کنن، الان همتون با هم برید بازی کنید. بچه ها خسته نشدین؟ بهتره بریم فوتبالمون رو بازی کنیم. باشه. خطی هم داره یا خوبه؟ آفره بابا، واگیر یعنی چی؟ واگیر یعنی درم، یعنی بلا، یعنی خواهد تو سر من. تو چکار به این حرفا داری بچه؟ بس که تو بنویس. خب بچه های مدرسه میگن. بچه های مدرسه بیجا میکنن با تو، تو چرا به حرفا اونو گوش میدی؟ برای تو اونو برگه بس که تو بنویسی، برای تو. اصلا من گوش ندارم. بچه بی مادر بزرگ بشه همینه دیگه. بابا چرا یه کاری واسه این بیچاره نمی کنی؟ ده کوتا بیا دیگه. چی کار کنم؟ جدی نبودی. جدی نبودم؟ باشه، این دفعه میرم یه دستگل میگیرم، یه جعبه هم شیرینی میگیرم، همه یه اهالی ده هم همراه میکنم، میگم چیه؟ میخوایم بریم خواستگاری رانا خانوم؟
آقا ول کن سفتن این حرفا رو، اون یه دهاتیه، منم دهاتیم، این حرفا به ما نمیاد. خب حداقل یه واسطه بفرست، مثلا شورا. شورا رو بفرستم؟ یاد رفته آقا سلیمون برادر شوهر خدا بیامرزش عضو شوراست؟ جان کریم اصلا حواسم نبود، ببخشید. الانم که این گاوه پاشو گذاشته پیخ خیره ما. صفتر جانم بیا یه کاری کنیم ختمه به خیر بشه، پول گاورم ببریم تحویلش بدیم. بابا مگه ندیدی دیشب عمش پشت در چی گفت؟ رضا نداد. بل کن حرف عمه رو، بریم میبریم بازار ملفوشا. خب کارا رو انجام میدیم، مرگ یه بار، شیون هم یه بار سفتر. بابا کریم منو نکش تو این ماجرا، من خودم هزار تا گرفتاری دارم، اگر این بارم گیر بیفتم کلکم دیگه کلن کنده است. آقا سفتر. بله. من مشتری پرپا قرص تو نبودم. چرا؟ من به تو پول قرضی ندادم. چرا؟ من با تو رفیق شیشتونی نبودم. چرا؟ تو الان نباید تلافی کنی؟ من به گور ببین، من از پس پرونده این گوشتای بیخیر بر میام، از پس پرونده گاوه تو بر نمیام. صفدر جان باز میگه صفدر جان به خاطر کریم. آقا من دیگه نیستم، من رفتم که رفتم. صفدر ولم کن بابا. صفدر جان از آقا سلیمان چه خبر؟ کار بومگردیشون به کجا رسید؟ هیچکی مثل آقا سلیمان به فکر پیشرفته این روستا نیست. بنده خدا داره شب و روز جون میکنه تا بتونه گردشگر و سرمایه‌گذار وارد روستا کنه. چقدر کارشون پیشرفت کرده؟ همین چند روز پیش چند تا سرمایه‌گذار آورد که زمینا رو ببینن. ظاهرا که خوششون اومد. اگه این کار بومگردی به سرانجام برسه، اتفاقای خیلی خوبی تو این منطقه میفته. ای بابا، دلتون خوشه خانم بهیار. خدا کنه که به گوششون نرسه. چی؟ همین درد و مرضی که تو زبون افتاده، تب مال تو این جور چیزا. اول مرده سلمان احسان و معین محسن است و جد ممنون معین خسته نباشه محسن است و جد ستا توید سلام. خسته نباشیدم. سلام. سلام میشه بابا. هنوز دنبالشی؟ چه حوصله ای داری؟ شهر به شهر، روستا به روستا داری دنبال اون میگردی. همین جاهاست، خوشو قایم کرده، ولی من پیداش میکنم بالاخره. مگه چند تا شاکی داره؟ سه تا شاکی داره، یه دونه هم باشه من میگیرمش. من که تو کار تجسس نیستم، ولی انشالا موفق باشی. یا علی. خدافز. ای خدا منو از دست این کریم نجات بده. این ماشین تعمیر کردن مرد حسابی دو روز نگذشت دوباره به ریپ ریپ افتاد. خب بد رانندگی میکنی، توی شلوغی که بعد تون بری آب میزنه سر شما. من بد رانندگی میکنم؟ مرد حسابی دو دقیقه راه میره، سه دقیقه بعد میفته، چهار دقیقه بعد خاموش میشه. خیلی خب الان قر نزن. خیلی خب کار تو بکن. من درستش میکنم. همون جایی رو ببین که خودت تعمیر کردی، حتما کارو خودت. بیا بیا بگیر. چی نازم داری؟ نه دیگه. نیست آبه. خب باشه چیکار کنم؟ مگه اینجا باند هواپیماست که صاف باشه؟ الان درستش میکنم. آفرین، اینو بگو. سفته جا اینو کیه؟ کیه کیه؟ ماشینه رو ببین. سرتو بکن توش. حسین اینا رو میشناسی؟ راننده رو ماشین و اینا رو تا حالا دیدی؟ نه جانب صاحبان، تا حالا من اینا رو ندیدم. اصلا مال این محل نیستن. یه مقدار مشکوکم. بذار دادمان بیاد ببینیم چه خبره. آره مشکوکم. اون یکی رو نیا کن. آره دستخوش رو گم کرده. این ذریع هولن. سلطان میبره آماشون بزنیم به چاک.
سلام علیکم. قربون شما، چه حضور پررنگی، اصلا فکر نمی‌کردم ما شما رو اینجا ببینیم. اومدی دست ما برمیاد دیگه انجام بدی. دست شما درد نمی‌کنه؟ یه ذره آب خورده سر شما، الان خشکش می‌کنم. این چیز عادیه دیگه، چاله چوله میره آب آره. ما الان خودمون درستش کنیم. هیچ چیز نیست، شما بفرمایید، خیالتون راحت. حسنا. ممنون از شما. او رفت با رئیسش حرف بزنه. قربان، ماشین خراب شده، دارن درستش میکنن که برن. هیچ مشکل خاصی هم نبود. جناب سروان دقت بفرمایید، انگار پلاک خود رو هم مخدوشه. حبیبی خود برو پایین بررسی کن چه خبره. یکم مشکوکم. اطاعت. این الان باید اینجا خراب شه. آره آره آره، اونا اونجا رو خوش کن دیگه، ببین برق نمیرسه بهش. آره چی شده؟ سلام علیکم. سلام علیکم جان، خسته نباشید. خسته نباشید. خدا توضیح دادم به آقای که به یه آب خورده این سر شما ریپ میزنه، الان درست میشه راه میره. بلکه خود رو چرا مختوشه؟ مختوش؟ اونجا گلی شده، الان تمیزش میکنم جناب. چاله چوبله است دیگه، عادی این چیزا اینجا. گل پاشیده بود ببینید. آره. گل پاشیده بود جناب سلام. الان مشخص میشه. ارشاد یک، ارشاد یک. لطفاً بررسی بشه. 63 هاش 115 ایران 38. هیچ موردی نداره. الان مشخص میشه. بله بله. یه دست گفت. گفت؟ گفت خود رو چیکار میکنه؟ گفت؟ گفت تو خودتو چیکار میکنه؟ میبریم بازار میفروشیم. مجوز نقل و انتقال، فروشنامه یا هر دست نوشه ای دارید لطف کنید بیارید. مگه جناب سروان من مال همین روستای بالا هست. اگه برای این روستا باشی باید بدونی که مجوز نقل و انتقال برای هر نوع حیوانی باید داشته باشی. به جون شما، من اولین باره که میشنم. الان دیگه متوجه شدی. آقا بفرمایید. مجوز که پلاک نداره گاف که جناب سروان که گابوی چیزی که نداره، ما همه همیشه کارونه میبریم. کارچه لفایی لطف کنید. حتما انتظار دارید الان من شما رو ول کنم برید دیگه. نه نه من تعمیر کنم سر خیابون. آره ما بچه همین روستا، ولی به جان آقا این ماشین انقدر منو اذیت کرده، اعصاب برام نذاشته. حافظه منو ماشین جلو بررسی کن. سرکار میشناسه ما رو. برو جلو این ماشین رو بررسی کن. چرا نمیشناسه آقا؟ ما بچه هم نبرم. جناب سوان، خودرو فاقد مدارکه. یه گاوم داخل خودرو هست که فروشنامه و هیچ مدرک نقل و انتقال نره. خود سرنشین ها نمیداره، مشکوک میزنه. چه دستوری میفهمید؟ ماشین رو با سرنشین ها هدایت کنید کلانتری صورت جلسه باشه. اطاعت. بی سرپرست نباید اینجوری باش برخورد کنید. حالا اگه واقعا گاوت مریض نیست چرا بی خود شلوغش میکنی؟ چرا خودتو با آب آتیش میزنی ها؟ دلش آخه کدوم مریضی؟ کدوم یکی از شما یا بچه‌هاتون استخوناش درد گرفته؟ کی از شیر و پنیر گاو من خورده؟ من الان چند وقت شیر این گاو به هیچ کس نفروختم. راست میگه والا. آفرین رحمت، آفرین، همینو میخواستم. خیلی خوب بود. نمیدونی تب مال چیه؟ ببین یه بچه چجوری یه روستا رو به هم زده. بسه دیگه، خجالت بکش. صدا تو بیار پایین. شما ها خجالت بکشید، چرا بچه ها تو تربیت نمی کنید؟ پس سرده اینا از شما ها بدتر می شن. حرف دهنه تو بفهم. بچه ای من یه پدر بالای سرش هست، هرچی می خوام حرف نزنم بدتر می کنه. مادر که تو باشی بچه تا معلومه چی میشه. بسه دیگه رنا، تمومش کن، صلوات بفرست. اللهم صل على محمد. خواستم خفت خاری رعنا رو ببینم که همین شد. خودت من خودت من. آره آره خودت من بپوپر بخور. نمیخورم. نمیخورم. چند تا بچه قدری میخواد تنها گذاشت. ما چه گناهی کردیم شوهرت مرده ها؟ ما چه گناهی کردیم گاوت مریضه یا مریض نیست؟ تو برو یه فکر به حال خودت بکن بیچاره. به حال خودش فکر میکنه. ولش کنید رنا جان، دست بچه‌هات بگی برو خونه، برو خونه سرما میخورن. بیم بچه ها، بیم پسرا، بیم بریم بچه. دل نشکنید زشته، هوا سرد، بریم بریم خونه هاتون.
چشمم پسر خیلی خوش شده احترام سنم نمیذار برم بزنم بهت آب می آوردم جنجه می آوردم همین جاستا ای خند بابا پور دنیا سلام سلام خوبی؟ ممنون این گوه کیه؟ به تو چه؟ گوه ننوه نه؟ به تو چه؟ این گوه ننوه به تو در همه سرم زاده به من گفته همینجا بایستا این هم اینجا بایسته؟ آره این چیکار کرده اینجا بایسته؟ باید ثابت بشه چی بشه؟ ثابت بشه ثابت چیه؟ باید بره دادگاه باید هماهنگ کنم باید ثابت بشه دادگاه چیه؟ آره دادگاه دیده اینو گرفتن محکوم هم باید ثابت بشه بعد محکوم چیه؟ نمیدونم اینو جناب سرهنگ داده به آره اینو بزنم ببرم برم رنو رنو چیه؟ رنو این گفت رنو اومده اینجا اضافه خدمت میخورم جناب سرهنگ بر نمیکنه به این گوشنسه می گوشنسه نه نه بزنم ببرم علف بخوره ببین علف بخوره آب بخوره گوشنسه بزنم برم رنو بدم پس بگرم پخش پخش بخوری؟ نه به من بده نه به من بده بخوری مبده نه این نمیخوری بخوری مبده نه دو نه خوبی بنده این بخوری نه نمیخوام با این پاوه نمیخواد بابا دو بخوری نمیخوری شد نه نمیخوری شد نمیخوری نه آقا نمیخوری خدمت میزنه بخوری این رنم خوبی رنم منده چه مریضی؟ تب داره چه تبی؟ تب چیز داره؟ تب مالت 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 چیه؟ تب تو تم تب میدی میمیری میمیرم؟ اه چرا؟ این تب داره تم تب میکنه میمیری این تب داره نمیشه این تب داره بده ببرم اینو نه نمیشه برو به همه من گفت بخش بده نمیدونم برو بابا حسن هاش قاضی چی دستور حیبی حسن به دستور قاضی باید گاوو انتقال بدیم دادسرا زنگ بزن به مشرحیم بگو یه وانت بفرسه گاوو بار وانت کنید بفرسی بره دادسرا مریضی برو بابا اساس به من آبی باید سوان شروع نفت فاصله بجیر حبیبی چی شده؟ حبیبی چی شده؟ یعنی چی؟ حسینی مدعو رو ببیرو سری سری بچه ها بیاییم براتون لقمه آوردم بخور به حمیدم بده حمید بابات کجاست؟ میدونه اینجایی؟ راستش خاله جان چیه؟ چرا منمن میکنی؟ نه منمن نمیکنم نمیدونم کجا رفته ولی میدونم مکانیکی هم نرفته یعنی کجا میتونه باشه؟ نمیدونم چقدر خونه زندگیم کثیف شده باشم یه دستی به سر روش بکشم خونت هیچیش نیست خیلی هم خوبه از لجبازی دست بردار
اگه فقط یه ذره به فکر سرنوشت این بچه باشی همه چی درست میشه. نمیدونم امه. من میدونم، خوبم میدونم، بسپرش به من. بخور امه جون، بخور. بخور امه، بخور امه جون، بخور، نوش جونت. زندگیم همش شده بدو بدو، همش درجا زدن. مقصر خودتی؟ همی جان بخور. کلا مایده رو تمومش کنم برای تو هم یه کلا میبافم. آقا به خدا این گاوه بیماریش واجیر داره، اصلا میخواد یه سرباز بدیم بریم تحقیق. آخه پسر، بیماری واجیر مگه به حرفه؟ روستا بهورز داره، روستا بزرگتر داره. اصلا جناب سروان، این بهوردا چپ و راست دارن داخل روستا کلاس‌های آموزشی میذارن. حتی من خود بچه‌های کلانتری را مرزم کردن داخل این کلاس‌های آموزشی باشن. تعجب میکنم این اتفاق افتاده. آقا نمیدونی قاوه یه جور نگاه میشه دل آدم چباب میشد. آقا مریض بیچاره، حفظ جان افراد سرباز خیلی مهم. آقا زن بچه شما جناب سروان خود ساکت شو. من ای تو روانشناس حیواناتی، بعد از 20 ماه خدمت نمیدونی که اون گاو مدرک جرم بوده؟ تو سرباز وظیفه ای، باید خوب خدمت کنی. اینجا نظامه، اگه یه چوب خشکم بهت دادن باید ازش مراقبت کنی. این که یه گاو بوده، یاد نگرفتی چوچو خدمت کنی؟ 20 ماه داری خدمت میکنی، یه گاو نتونستی نگه داری. آقا فعلا تحت نظر گوشه تو، بفرستمش بره دادسرا. آقا تو رو خدا ننم نجا. آقا تو رو خدا نداره. سلام. سلام خانم. حال شما؟ خیلی ممنون. خوبی؟ خانم حالش خوبه؟ الحمدلله بد نیست. نوبت کیه؟ نوبت اونه. بیا پسرم. آفرین، چه پسر خوبی. برو به سلامت. به سلامت آجا. سلامت برسونی. ببینم تو که با اینا در ارتباطی، مطمئنی اینا تب مالت ندارن؟ زبونت گاز بگیر، این چه حرفیه میزنی؟ ما اصلا با اونا در ارتباط نیستیم، فقط با هم همسایه ایم، کاری نداریم به کار هم دیگه. خانم دکتر، خانم دکتر. بله عزیزم. ما از کجا باید بفهمیم این مریضی رو گرفتیم یا نه؟ عزیزم من دکتر نیستم، منو بهیار صدا کن. چه مریضی؟ شما تاج سر مایی خانم دکتر، خانم بهیار. همین مریضی که تو روستا پیچیده دیگه، چیه؟ تب مالت. سلام. سلام. چیه چرا اینجا نگاه میکنی؟ اوه چه حاضر جواب. خانم بهیار، مامانم گفته اشیه برای قرص سرماخوردگی بمیده. باشه عزیزم، صبر کن یه لحظه الان برات میارم. مامانت کجاست؟ کجا قایم شده؟ تو رو فرستاده بیای دارو بگیری. به شما ارتباطی نداره. بچه پوهی چه حاضر جواب، احترامم نمیذاره. پاشو پاشو، یه ماسک هم نزده. پاشو بلنشو بریم. پاشو تمام نگرفتی. پاشو بیا پسرم، برو به سلامت. ممنون. به سلامت. Thank you.
جونت برن. چرا داری گریه میکنی؟ دنیا که به آخر نرسیده. خودم کار میکنم، یه گاوه دیگه میخرم. الو مراد سلام، چطوری؟ شبت بخیر. خوبی؟ مراد جان فردا 8 صبح بیا دنبال من. 8 صبح توی دهیاری یه جلسه ای دارم با دهیار و اینا. خب من باید بتونم اینا رو متقاعد کنم که با من هم نظر باشم، ما یه جوری شر این گاو و این دوستا بکنیم. فردا 8 صبح منتظرتم. یه لحظه گوشی مراد، فکر کنم پشت خدی دارم، گوشی نگرده. سلام رانا خانم، شبت بخیر. خوبی؟ چی؟ یعنی چی؟ من 100 بار به شما گفتم اون آقل اشرف خانم چفت و بست درست حسابی نداره، حرف منو گوش ندادی. کی میتونه اونجا رفته باشه؟ ای بابا، من الان بذار مراد بیاد دنبال من، من الان میام اونجا، الان میام اونجا، ناراحت نباش، الان میام اونجا، الان میام. مراد، مراد جام الان بیا دنبالم، بیا دنبالم، باید بریم، یه مشکلی پیش اومده، سریع بیا منتظرتم، جلو درم، جلو درم، زود بیا. خدافظ. خدافظ. ای بابا. به من میگن هیچی نگو، حرف نزن. این مرد انقدر بی‌مسئولیته که یه سراغ از بچه هاش نمیگیره. اون وقت دوتا بشه 5 تا میخواد چی کار کنه؟ بچه رو نه تو بزرگ میکنی، نه من، نه اون کریم، خدا بزرگش میکنه. این بچه ها از دیروز تا حالا اینجان، نه گاف هست نه کریم، نباید یه سراغی ازشون بگیره؟ بچه بیشتر مادر میخواد تا پدر. تا وقتی تو عین پروانه دور بچه بچرخی، این بچه بچه نمیشه. بچه باید بخوره زمین، بلند شه، مریض شه، درمون بشه. عمه جان، شما هم که از هر فرصتی استفاده میکنی حرف کریم رو وسط بکشی. به خدا من خودم 1000 تا بدبختی دارم. کی بدبختی و گرفتاری نداره؟ هممون داری. میگم لاقل اون روسری رو سرت کن که کریم برات خریده. یه بار بعد بندازش تو جوب آب ببرش. عمه جان، شما فکر میکنی من با سر کردن این روسری زن این آدم بی‌مسئولیت میشم؟ خیلی خوشخیالی عمه جان. آره، فرار کن، فرار کن. تا که میخوای با خودت به جنگی؟ جانمه، خواستم یه چیزی بهت بگم. بگو پسرم، بگو. یکم نمیتونم.
نمیدونم دیگه. یکم هیچی بلش. این شد آتیش جنگلی. عادی شد کریم دیگه نا ندارم، نابود شدم. از این آتیش روشن بشه کم استراحت. باشه خوب علو بگیره. رفیق و دوست و مشتری دیروز، نامرد امروز، اینجا چیکار میکنی؟ لالمونی گرفتی؟ بیا بشین کارت دارم. خیلی نامردی ارسلان، اون گوشتای مریض رو به ما انداختی رفتی پشت سرت هم نگاه نکردی. دیدی که سردر مغازم پارچه زدن تعطیلش کردن، بازم به رو خودت نیومدی، بعد هلک و هلک دویدی رفتی از بازار مالفروشا رد منو زدی. آخه واسه چی؟ چرا این کارو کردی؟ اصلا من با تو چه زنمی دارم؟ به خدا گرفتار بودم. آخه منم بدبختی‌های خودمو دارم، هر کی بدبختی‌های خودشو داره. این تفنگ لامصب مجوز می‌خواست، نمی‌دادن. دو هفته دویدم تا مجوز گرفتم. آخه قاچاقت پرنده زیاد شده. سراغت اومدم ولی دیر اومدم، نمیشد کسی هم سراغتو بگیرن. چرا؟ میترسیدی پاتو بکشم وسط؟ آخه مجوز من رو هوا بود. باشه بگو، لافتو بزن، منم گوش میدم. آخه تو که نمیدونی، یه بدبخت دهاتی گفت یه نرگاو دارم تو ورزا جنگ بازیو باخته، یا ببر حلالش کن. هم آوردم حلال کردم، اگه میدادیم کشتارگاه 2000 نمیخرید. حلالش کردم، گوشتشو به شما دادم. چی میدونستم؟ نمیدونستم به خدا. تو نگو زخمایی رو بدن این گاوه از ورزا جنگ نبوده، گاوه بیمار بوده، منم خبر نداشتم به خدا. خیلی نامردی، خیلی نامردی. میدونی چه بدبخت کردی منو؟ منو آواره جنگل و بیابون کردی؟ زنم بچه رو برداشته رفته، محل سگ بهم نمیذاره. چند بار بگم؟ به خدا نمیدونستم، به مولا نمیدونستم، خبر نداشتم. تو نمیدونستی؟ تو که یه گاو ده فرسخی میبینی، هفت جد آبادشو میگی، نمیدونستی؟ نمیدونستم. آقا اینجا گاو نیستش که. از تو بدارم این جنگل کوفتی رو میگردم، یه دونه گاو نیسته. یعنی چی نیست؟ من چه میدونم، بکنم یه شغال چیز این گاو اومده برده. موضوع گاو چیه؟ والا نمیدونم. این آقا اصلا یه روز به ما زنگ زد، من دیوونم قبول کردم، گفت یه دونه گاو تو جنگل گم شده، منم اومدم، فقط همینو میدونم. ارسلان موضوع این گاو چیه؟ بابا هیچی، این سلیمون گفت یه گاوی هست بیماره، برو علالش کن. ما هم اومدیم پیش گشتیم حلالش کنیم. موضوع این گاوه همینه. سلیمون؟ سلیمون شورا؟ آره همین سلیمون شورا. خدا بگم چی کارت کنه سفتر؟ منو چرا؟ ارسلان این گاوه اصلا مریض نیست، صحیح و سالمه. سریع موضوعی من به این گفتم برو بگو گاو مریضه، اینم رفت زرفتی گفتش تب مالت داره. منم فقط تب مالت تو بلد بودم، گفتم تب مالت گرفته. آقا هر جوری شده این گاو باید امشب پیدا بشه. حالا شما ما رو حلال کن، من قول میدم باید بیام پاسگاه، همه چیو گردن بگیرم، راست و سینی همه چیو بگم. الان هم پا میشیم هممون با هم میریم این گاوه رو پیداش میکنیم، این قضیه رو یه جوری جمعش میکنیم، ببینیم و تعریف کنیم، ببینیم چند مرده حلاجی. حلالش کن، بریم دنبال گاو. پاشیم بریم. آی پام، آه آه وای اوه 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 چه دردی داره لاماس. آه 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 آه
امیر، امیر اینجا بیا امیر. امیر یواش یواش یواش. چی میگی تو امیر؟ پام پیچ خورد یواش، فکر کنم در رفته امیر. من که چی میگه تو؟ گاوه رو دیدی؟ کجا؟ اونجا؟ من نمیتونم، ببین من پاک پیچ خورده، گوش کن سفتر رفته کمک بیار از ده. تو یه کاری بکن، برو یه تناب یه تناب پیدا کن، گوش کن بایستا، ببند دور گردن گاوه، بکش بیارش اینجا. آره برو بکش بیارش، من نمیتونم، برو بیارش اینجا، برو تا گم نشده، برو امید. به نام خدا، مردم روستا توجه کنید، مصدوم خورده زمین، بعد نمیدونیم چی داری میگی باز خوده؟ اصلا کی به تو گفته وقتی من هستم تو باید حرف بزنی؟ بیمار بچه. مردم محترم روستا، این کریم ما مصدوم شده، برای نجاتش هرچی لوازم داریم باید برداریم بیاریم میدون روستا. داس و تناب بیار. خودم میدونم، خواستم بگم داس، تناب، بیل، کلنگ، هرچی دم دستتونه برداریم بیاریم میدون روستا. با احترام صفدر چوبدار. خوب بود؟ عالی بود. درد بیا بریم. میگه خوب بود. سلام علیکم. سلام، مخلص شما. مراد. بله. چی فرامرز کو؟ گفت میام خودم از اون. مطمئنی ها؟ آره. اگه نیاد من میدونم با تو. نمیدونم. راستم که آوردی. آره. سوار شو. خودم اینا. نمی ترسی؟ از چی؟ از بیماری، تب مالت، سل، واگیر. انقدر زبون نریز، یه نیم ساعت وقت میدی با هم صحبت کنی؟ ای بابا، ما چه کاره ایم؟ اینجا همه از ما می ترسن، هیچ جا نمی تونیم بریم. بچه هم حتی میل مدرسه رفتن ندارن، از بس بهشون توهین میشه. کلاس اول ابتدایی بودم، یه شب سرد زمستون مادرم اون جلو چشم از دست دادم. دو سال نگذشت که پدرم از دوری مادرم دخ کرد، عمرشو داد به شما. من موندم و چند تا خواهر برادر قد و نیم قد که براشون هم پدر بودم هم مادر. روزا درس بخوندم، شب قالی میبافتم. این دردی که من کشیدم هزار برابر از سل و تب مالت و بیماری واگیردار وحشتناکتر بود، ولی خودمو نباختم. تمام تلاشم این بود که خوشبختی خواهر برادرامو ببینم. حتی شب ازدواجم نه پدر بود نه مادر بود، خودم بودم و خودم. بازم خودمو نباختم.
سختی ها و مشکلات زندگی از من یه زن محکم ساخت که بتونم پا به پای مردا کار کنم. پس قوی باش دختر. بچه های تو الان تو رو هم پدر خودشون میدونن هم مادرشون. خودتو نباز. کردم یه روز بیام اینجا برای خدافظی، اما الان اومدم بهت بگم دارم از اینجا میرم. این روستا و آدماش هیچ خیری برای من و بچه هم نداشتن، همه ازمون فرارین، تنها شدم، خیلی تنها شدم. امروز بچه ها اینقدر گریه کردن نتونستم بیارمشون پیشت. دارم میرم یه جای دور، خیلی دور، اما بدون دلم همیشه با تو. خیلی زود تنهام گذاشتی، حواست به من و بچه هم باشه، حواست به من و بچه همون باشه. اگه بتونم میام دوباره پیشت، میام بهت سر میزنم. ما رو فراموش نکن. بهنو بهنو می گفت مالی نبود. مروبه به من گفت برم به همه بگم گفت مالی ده. گفت مالی نیست، ما به سرو گفتیم به اینجا نرو. Ben sana mutluluğum bana söylemişim. Ben sana Leno. 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 Thank you.
دخترم گفتم که توکلت به خدا باشه همه چی درست میشه. کارهای خدا همیشه تش خیلی خیلی. آقا کریم هم مرد خوبیه. به خاطر بچه‌هاتون سعی کن زندگی خوشی را شروع کرده باشه. بازم توکلت به خدا باشه. به هم بزنیم که نشه. آقا کریم هم که تو راه انشالله الان میرسه. همین باید بخونه آسمون دلها پر از ماه و ستاره، شب عاشقی رو بیا ببین دوباره. روی شاخه دل پرنده لونه کرده، آخ چقدر قشنگه قشنگه این ترونه، آخ چقدر قشنگه قشنگه این ترونه. بیا که بخونیم ترونه عاشقونه، بیا که بخونیم ترونه عاشقونه. مامان جانم پسر گلم، میشه برام آش بریزی؟ بله. بفرمو پسرم. دست درم سر رو سرید بهت میاد. خیلی ممنون پسر گلم.